داستان بسیار جالبی داریم برای یادگیری انگلیسی که اسم داستانمون قهوه زندگی است و در این داستان عبارت های جدید، لغات جدید، جملات جدید رو یاد خواهیم گرفت. A group of alumni highly established in their careers got together to visit their old university professor. A group of alumni. Alumni حالت جمع alumnus یعنی فارغ و تحصیله. یه مقدار فرق داره یعنی با S یا اس جمع نمیشه. حالت مثل جمع مکسر تو فارسیه. Alumni یعنی فارغ تحصیلان. A group of alumni. گروهی از فارغ تحصیلان. Highly established. به صورت بسیار بالا یا زیاد رشد کرده گسترش یافته. In their careers. Career یعنی کار شغل Careers یعنی مشاغل Highly established in their careers یعنی به صورت بسیار پیشرفته در کارشون یعنی در کارشون رشد کردن رونق پیدا کرده بودند Got together Get together یعنی کنار هم جمع شدن Got together یعنی کنار هم جمع شدند در زمان گذشته To visit که ملاقات کنند their old university professor professor یعنی استاد تلفظش رو دقت کنید بچا استرس روی اف professor professor خیلی ها میگن پروفسور این اشتباه بچا professor یعنی استاد university professor استاد دانشگاه their old university professor استاد قدیمی دانشگاهشونو چیکار کنن to visit که ملاقات کنن چیکار کردن که اونو ببینن got together کنار همدیگه جمع شدند در چه چیزی رشد کرده بودند پیشرفت کرده بودند به صورت بسیار زیاد در in their careers در مشاغلشون گروهی از فارغ و تحصیلان که در حرفه خود بسیار موفق شده بودند گرد هم آمدند تا از استاد قدیمی دانشگاه خود دیدن کنند. A group of alumni highly established in their careers got together to visit their old university professor. Conversation soon turned into complaints about stress in work and life. Conversation, stress, re-es, bacha, conversation یعنی مکالمه سون به زودی با سرعت turned into تبدیل شد یک فعل عبارتیه turn into یعنی بدون ایدیش دیگه turn into یعنی تبدیل شدن به چیزی و در اینجا در زمان گذشته turned into تبدیل شد به چی؟ complains complain یعنی شکایت کردن حالت فعلشه یعنی شکایت کردن complaint یعنی شکایت و complaints حالت جمعشه تبدیل شد به چی؟ turned into complaints تبدیل شد به شکایت ها about در مورد stress بچه تلفظش رو دقت کنید این باز یکی از اون مواردی که با یک حرف بی صدا شروع میشه درسته که تلفظ حرف S در انگلیسی بهش میگیم S اما وقتی که اول کلمه میاد نباید بگیم استرس به هر حال اکثر ایرانی ها این مشکل رو دارن استرس 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 دیگه نشنوم از کسی استرس شکایت ها در مورد چی بود استرس این ورک استرس در کار اند و لایف و زندگی پس چی شد conversation سون به زودی turned into تبدیل شد به چی استرس در سر کار and life and stress in life stress in work and life stress <laughs> that <laughs> then they give a call. so <laughs> i'm not normal i'm a normal human being. conversation soon turned into complaints about stress in work and life offering his guests coffee the professor went to the kitchen. And returned with a large pot of coffee and an assortment of cups. Porcelain, plastic, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite, telling them to help themselves to the coffee. آفرینگ آفر Offer یعنی پیشنهاد دادن آفر یعنی پیشنهاد دادن و آفرینگ با حالت پیشنهادی به کیا هز گست گست یعنی مهمان و گست حالت جمعشه حالت جمعش میشه مهمانان آفرینگ هیز گست در حالی که داشت به مهموناش تعارف میکرد پیشنهاد میداد چی پیشنهاد میداد کافی قهوه به 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 قهوه ما کجاست؟ کی میخواد با یه قهوه ما رو خوشحال کنه؟ خب نمیخواد قهوه که دستتون نمیرسه و لطفا میتونید این ویدیو رو لایک کنید به جاش. The professor Professor استاد همون استاده چرا تی چی آورده چون ما میشناسیم دیگه استاد رو میشناسیم استاد قدیمی رو میشناسیم دیگه went گذشته گو به کجا رفت went to رفت به the kitchen به آشپزخونه and و returned returned گذشته یه فعل return return یعنی بازگشتن returned یعنی بازگشت با چی with با a large pot پات چندتا معنی میده معنی گلدان میده معنی قابلمه میده معنی قوری هم میده اینجا کافی رو میریزن تو قوری دیگه نه پس اینجا گلدان و قابلمه معنی نمیده a large pot of coffee یک قوری بزرگ از قهوه و and an assortment assortment یعنی انواع متفاوت از یه چیزایی of cups از فنجان ها assortment of cups یعنی انواع مختلفی از فنجان ها porcelain porcelain یعنی چینی آلات ظروف چینی یه سریشون از این کاپ ها چی بودن porcelain بودن porcelain یعنی چینی یه سریشون پلاستیک تلفظ درستش رو دقت کنید پلاستیک پلاستیک نشنوم بگی پلاستیک بیا خیلی مثلا فکر کنی درست تلفظ میکنی پلاستیک بگی پلاستیک پی حرف بی صداست در ابتدای جمله اومده مثل همون ماجرای استرس مثل کلاس مثل سکول مثل ستیودنت پس در اینجا پلاستیک پلاستیک, پلاستیک که یعنی پلاستیک گلاس گلاس ا دوباره باز مثل همونه جی، با جی شروع شده G در واقع صدا میده گلاس، پس نشنوم بگی گلاس 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 یعنی شیشه و کریستال دوباره کریستال هم همون حالت داره ای بابا اولشون که بی صدا شدن کریستال کریستال یعنی حالت کریستالی سام پلین لوکینگ بعضیاشون سام یعنی بعضی plain یعنی ساده لوکینگ یعنی ظاهر در اینجا یعنی ظاهر ساده داشتن بعضیشون خیلی ساده بودن سام اکسپنسیو اکسپنسیو یعنی گران قیمتی سام بعضیاشون هم چی بودن exquisite exquisite یعنی نفیس بودن خیلی تجملی بودن telling them به کیا them برمیگرده به کی به این به این گست به مهموناش کی گفت پروفسور telling them بهشون گفت که to help themselves خودشون رو کمک کنن help yourself یعنی بفرما از خودت پذیرایی کن و در اینجا help themselves یعنی از خودشون پذیرایی کنن بهشون چی گفت telling them بهشون گفت که to help themselves که از خودشون پذیرایی کنن و چی to the coffee با قهوه پروفسور با پیشنهاد قهوه به میهمانانش به آشپزخانه رفت و با یک قوری بزرگ قهوه و مجموعه مختلف از فنجانها از جنسهای مختلف چینی، پلاستیک، شیشه، کریستال، برخی ظاهر ساده، برخی گرانقیمت، برخی نفیس بازگشت و به آنها گفت که از خودشان با قهوه پذیرایی کنند. خب یه بار با هم با صورت نرمال میخونیم. Offering his guests Coffee, the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and an assortment of cups porcelain, plastic, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite, telling them to help themselves to the coffee. When all the students had a cup of coffee, in hand, the professor said If you noticed all the nice looking expensive cups have been taken up, leaving behind the plain and cheap ones. When Vakti all the students Hame Doneshuyan ki Uraya Professor had داشتند a cup of coffee یک فنجان قهوه in hand در دستشون the professor said پروفسور گفت if you noticed noticed گذشته فعل notice یعنی توجه کردن اگه شما توجه کرده باشی اینجا میشه چی if you noticed اگه توجه کرده باشید all the nice looking nice یعنی خوشگل nice looking یعنی ظاهر زیبا expensive گران cups قنجرها have been taken up have been taken up یعنی برداشته شده گرفته شده leaving behind پشت سر رها شده چیا the plane ساده cheap cheap چند تا معنی داره یکی معنی ارزون و کمبه ها میده یکی معنی که میگه طرف خیلی چیپه آدم چیپی آدم بی ارزشیه پس متضاد اکسپنسیو میشه چی میشه چیپ چیپ وانز اونایی که کم ارزش بودن چیکار کردن این دانشجو دانشجوها اگر توجه کرده باشید شما هم if you noticed all the nice looking همه اون کاپ های نایس لوکینگ اونایی که خیلی خوشگل بودن expensive بودن خیلی گرون بودن have been taken up برداشته شده گرفته شده زودتر انتخاب شده و چی رو پشت سر گذاشتن و بیخیال شدن رهاش کردن بر نداشتن اون ساده ها رو اونایی که مثل من بودن گذاشتن کنار و cheap ones اونایی که بی ارزش حالا به هر حال اونایی که خیلی ارزنده نبودن خیلی خوشگل نبودن اون فنجونایی که کم ارزش بودن در نظر اون افراد اونا رو چیکار کردند leave behind بی خیال شدن برش نداشتن وقتی همه دانشجویان یک فنجان قهوه در دست داشتند استاد گفت اگر توجه کرده باشید تمام فنجان های گران قیمت زیبا برداشته شدند و فنجان های ساده و ارزان جا گذاشته شدند When all the students had a cup of coffee in hand, the professor said, If you noticed, All the nice-looking expensive cops have been taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it is normal for you to want only the best for yourselves, you should know that is the main source of your problems and stress while. Darhalike It's normal. یعنی نرماله. طبیعیه. For you. برای شما. To want. که بخواید. Only. تنها. The best. The best. یعنی بهترین. اون بهترین بهترین ها. Best به تنهایی یعنی بهترین. اما وقتی یه تیه چی اولش میاد. یعنی اون بهترین بهترین. For yourselves. Yourself یعنی خودت و yourselves یعنی خودتان حالت جمعشه You should know باید بدونید که That اون اون چیزه اون ماجراهه کدوم اینکه میخوان اینکه بهترین چیز رو برای خودشون میخوان این that برمیگرده و خواستن بهترین چیز that آن همون چیزیه که is the main source ریشه یا منبع اصلی چیه your problems problems مشکلها و stress پس در حقیقت این که بهترین چیزها رو برای خودشون میخواستن منبع اصلی چیشون بوده؟ problems و stressشون بوده main source منبع اصلی while it's normal for you to want only the best for yourselves you should know that is the main source of your problems and stress be assured that the cup itself adds no

فنجونه اون فنجونه که داریم در موردش صحبت میکنیم itself itself دو تا معنی یعنی خودش و همچنین به معنی به خودی خود در اینجا به معنی به خودی خود ادز اضافه میکند بچه ها اینا عدد نخونیدا خیلی ها دیدم عدد میخونن یا وقتی که میخوان تلفظ کنن اشتباه تلفظ میکنن اد اد اینجا اس سوم شخص گرفته برمیگرده به این کاپ cup. the cups itself adds اضافه میکنه No quality. هیچ کیفیتی. Quality یعنی کیفیت. تو the coffee به اون قهوهه پس خود فنجون به تنهایی یا به خودی خود هیچ کیفیتی به قهوه اضافه نمیکنه. In most cases. Case یعنی مورد. In most cases در بیشتر موارد. It is just. اون فقط چیه more expensive گرونتره and و in some cases در برخی موارد ایون حتی حتی چیکار میکنه هایدز هاید Hide یعنی مخفی کردن اس سوم شخص هم گرفته هایدز what we drink آن چیزی what دو تا معنی داره یه معنی چه و به معنی بعدیش یعنی آنچه اینجا به معنی آنچه هایدز مخفی میکنه what we drink آن چیزی که ما مینوشیم. آها جالب شد نه be short مطمئن شو که چیزی که من دارم میگم اطمینان بهش داشته باش the cup itself فنجان به خودی خود از no quality هیچ کیفیتی رو به قهوه اضافه نمیکنه در بیشتر موارد اون فقط کمی گرونتره و در بعضی موارد حتی مخفی میکنه اون چیزی که ما مینوشیم مطمئن باشید که خود فنجان هیچ کیفیتی به قهوه اضافه نمی کند. در بیشتر موارد فقط گرانتر از خود قهوه است و در برخی موارد حتی آنچه را که می نوشیم را پنهان می کند. خب حالا با صورت نرمال می خونیم. با هم بخونیم. Be assured that the cup itself adds no quality to the coffee. In most cases, it's just more expensive and in some cases even hides what we drink. What all of you really wanted was coffee, not the cup, but you consciously went for the best cups and then you began eyeing each other's cups. What آن چیزی که در اینجا به معنی آن چیزی که What all of you really wanted Wanted خواستن در زمان گذشته Really واقعا What all of you All of you یعنی همه شما What all of you really wanted آن چیزی که واقعا همه شما میخواستید Was بود coffee اون چیزی که شما میخواستید قهوه بود Not the cup نه فنجون قهوه But اما You consciously Conscious یعنی حالت آگاهانه Consciously یعنی به صورت آگاهانه یعنی از روی عمد با علم به اون موضوع Went رفتید For Went for یعنی دنبال کردن Went for یعنی دنبال کردن چیزی پیش رفتن Went for the best cops دنبال بهترین فنجون ها رفتید و سعی کردید اونها رو انتخاب کنید and then و سپس بعد از اینکه این, که این کار رو کردید یو بگن شما شروع کردید بگن گذشته فعل بگن یعنی شروع کردن آغاز کردن آینگ ایچ اذرز کاب آینگ در اینجا یعنی چشم هم چشمی کردن چشمتون بره دنبال یه چیزی سیر نباشه حریص باشه ایچ other یعنی یکدیگر و, و آپاستروفی اس گرفته آپاستروفی اس اینجا برای بیان مالکیت ایچ others کابس فنجان های همدیگر اوکی what all of you really wanted آن چیزی که شما میخواستید was coffee قهوه بود نه the cup نه فنجون but you consciously اما شما به طور آگاهانه و عمدی went for the best cups رفتید دنبال بهترین فنجانها and then و بعد از اون you began شما شروع کردید eyeing each other's cups دنبال چشم همچشمی کردن فنجانهای دیگران چیزی که همه شما واقعا میخواستید قهوه بود نه فنجان اما آگاهانه دنبال بهترین فنجان ها رفتید و سپس شروع به چشم و همچشمی و نگاه کردن به فنجان های یکدیگر کردید What all of you really wanted was coffee not the cup but you consciously went for the best cups and then you began eyeing each other's cups Now consider this life is the coffee The jobs, money and position in society are the cops. Now, اکنون consider, consider یعنی در نظر گرفتن this, این موضوع رو. Now consider this, یعنی الان این رو در نظر بگیر, این موضوع رو در نظر بگیر. Life is the coffee. زندگی همون قهوه هست حالا چرا همون داریم میگیم چون تی ای به کار برده شده داره به همون قهوه مورد نظر اشاره میکنه همون ای که ما کیفیتش رو میخواستیم قهوه خوبی میخواستیم اما همش دنبال چشم و همچشمی بودیم که ببینیم کدوم فنجون رو برداریم لایف is the کافی زندگی همون قهوه هست د جابز مشاغل، مانی پول and پوزیشن این سوسایتی و موقعیت در جامعه آر کاپس فنجون ها هستند آها جالب شد قهوه همون زندگی است خیلی کیفیتش فرق نمیکنه کیفیتش یکیه بستگی داره شما چطور لذت ببری از قهوت اما مشاقل متفاوتن مانی کم و بیش داره و پوزیشن این سوسایتی موقعیت و جایگاه اجتماعی فرق داره بالا پایین داره حال این را در نظر بگیرید زندگی همان قهوه است شغل پول و موقعیت در جامعه فنجان ها هستند Now consider this. Life is the coffee. The jobs, money and position in society are the cups. They are just tools to hold and contain life. And the type of cup we have does not define or change the quality of life we live. they اونها برمیگرده به چی برمیگرده به کاپس فنجان ها are هستند just فقط tools ابزار تول میشه یه دونه ابزار tools ابزار abzor. ابزارهایی to hold که حفظ کنن که نگه دارن and contain و در بر داشته باشند life زندگی رو and و the type of cup type یعنی نو no. type of cup یعنی نوع فنجان we have که ما داریم does not define تعریف نمیکنه nor و همچنین nor or یعنی یا یکی از حالت ها nor یعنی هیچ کدوم از حالت ها doesn't define تعریف نمیکنه nor و change تغییر نمیده بین does not define و does not change دیگه does not رو برای change اینجا استفاده نکرده نور رو استفاده کرد یعنی نه این نه اون the quality of life کیفیت زندگی که we live ما داریم زندگی میکنیم life برمیگرده به کل زندگی live یعنی زندگی کردن پس در حقیقت فنجان ها تولز هستن ابزارهایی هستن که زندگی رو حفظ بکنه و در بر داشته باشه لایف رو and the type of cup و نوع فنجون we have که ما داریم does not define تعریف نمیکنه nor change یا تغییر نمیده the quality of life کیفیت زندگی که ما داریم میگذرونیم یا زندگیش میکنیم آنها فقط ابزارهایی برای نگه داشتن و در برداشتن زندگی هستند و نوع فنجانی که ما داریم کیفیت زندگی ما را نه تغییر می دهد و نه تعریف می کند. They are just tools to hold and contain life and the type of cup we have doesn't define nor change the quality of life we live. Sometimes by concentrating only on the cup we fail to enjoy the coffee. Savour the coffee, not the cups. Sometimes <laughs> by concentrating. Concentrate any yani, by concentrating any yani, by concentrating only fakat on the cup. پس حرف اضافه کنسنتریشن میشه on concentrating on the cups با تمرکز صرف و تنها روی فنجان we fail ما شکست میخوریم fail یعنی شکست خوردن we fail ما شکست میخوریم تو enjoy، که لذت ببریم the coffee از قهوهمون از اون قهوه قهوه چی بود زندگی بود پس با تمرکز کردن صرف روی فنجان روی موقعیت اجتماعی روی پول روی شغل شکست میخوریم که زندگیمون رو ازش لذت ببریم سیور سیور یعنی مزه مزه کردن لحظه به لحظه با زبونمون مزش کنیم، یعنی به بهش میگن سیور و دریافتن یعنی کاملا متوجه شدن اون ماجرا، قهوه رو مزه کنید، زندگی رو مزه کنید، نات کاپس نه فنجانها، نه موقعیت اجتماعی، نه به خاطر پول، نه به خاطر شغل، به 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 داستانمون به کجا رسید؟ گاهی اوقات با تمرکز صرف روی فنجان در لذت بردن از قهوه با شکست مواجه می شویم. قهوه را مزه کنید و دریابید و نه فنجان ها را. خب حالا با صورت نرمال می خونیم امیدوارم که شما هم بتونید این کار را انجام بدید. Sometimes by concentrating only on the cup we fail to enjoy the coffee. Savor the coffee, not the cups. The happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Live simply, love generously, care deeply, speak kindly. The happiest people people can be people. People happiest. happiest یعنی شادترین happy آخرش با وای یعنی خوشحال و happiest یعنی خوشحالترین th ای هم اینجا برای تاکید استفاده شده یعنی اون افرادی که از همه خوشحال ترن شاد dont have ندارند the best بهترین of everything بهترین چیزها از چیزها رو ندارند they just اونها فقط make می سازند the best of everything یعنی از هر چیزی سعی می بهترین استفاده رو بکنند یعنی همین منابع انگلیسی مثل آب خوردن که شما دارید بهترین استفاده رو بکنید یادگیری عمیق رو سرلوحه روش یادگیریتون قرار بدید live simply simple یعنی ساده آخرش یه ای هم داره simply یعنی به سادگی live یعنی زندگی کردن live simply به سادگی زندگی کن love عشق به ورز Generously. generously یعنی سخاوتمندانه با حالت سخاوتمندی care. care یعنی اهمیت دادن مراقبت کردن deeply deep یعنی عمیق و deeply یعنی حالت عمیق با حالت عمیق speak صحبت کن kindly kind یعنی مهربان و همچنین معنی نوع no میده kind یعنی مهربان و kindly یعنی با مهربانی به 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 عجب درسی عجب داستانی چقدر جالب و عالی شادترین مردم بهترین چیزها را ندارند آنها فقط از همه چیز بهترین استفاده را میبرند به سادگی زندگی کنید سخاوتمندان عشق بورزید عمیقا مراقبت کنید با مهربانی صحبت کنید چقدر توصیه عالی و ارزنده ای امیدواریم که شما هم همین روش رو در زندگیتون به کار بگیرید یک بار با سرعت نرمال با هم میخونیم شما هم همراه باشید لطفا The happiest people don't have the best of everything They just make the best of everything Live simply, love generously, care deeply, speak kindly واقعا دیگه از این ساده تر نمیشه انگلیسی یاد گرفت انگلیسی مثل آب خوردن همین عزیزان دل پس میخواید خودتون معک بزنید باید بتونید داستان رو روان بخونید اگر آماده اید با هم یک بار محک میزنیم خودمون رو داستان رو با حالت نرمال میخونیم A group of alumni highly established in their careers got together to visit their old university professor. Conversation soon turned into complaints about stress in work and life. Offering his guests coffee, the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and an assortment of cups: porcelain, plastic, glass, crystal, some plain-looking, some expensive, some exquisite, telling them to help themselves to the coffee. When all the students had a cup of coffee in hand, the professor said, If you noticed, all the nice looking expensive cups have been taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it's normal for you to want only the best for yourselves, you should know that is the main source of your problems and stress. Be assured that the cup itself adds no quality to the coffee, in most cases, it's just more expensive, and in some cases, even hides what we drink. What all of you really wanted was coffee, not the cup. But you consciously went for the best cups, and then you began eyeing each other's cups. Now consider this. Life is the coffee. The jobs, money, and position in society are the cups. They are just tools to hold and contain life, and the type of cup we have doesn't define nor change the quality of life we live. Sometimes by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee. Savor the coffee, not the cups. The happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Live simply, love generously, Care deeply, speak kindly. امیدواریم که شما هم با تمرین درست این درس و دیگر درس های کانال موفقیت بسیار عالی در جهت یادگیری انگلیسیتون داشته باشید بتونید مسیر زندگیتون رو بهبود ببخشید و به چیزهایی که میخواید برسید. آرزوی تندرستی و خورسندی داریم برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید.